پیغمبر رسید کنار خانه زهرا سلام الله علیها، دید یه جوانی سر به دیوار گذاشته، رنگش هم تغییر کرده. پیغمبر پیش اومدن فرمودن جوان اونجا چیکار میکنی؟ از کرده آجا من یه دوستی دارم تو این خونه، هر روز میام این دوستم رو میبینم بعد میرم سر کار. پیغمبر میفرمه همونطور که من داشتم با این جوان صحبت میکردم، یه وقت دیدم در خانه باز شد، حسین من سرش رو از خونه بیرون آورد، یه نگاه به صورت این جوان کرد، این جوانم یه نگاه به صورت سید شهدا کرد، دستش بود بالا گفت الهی شد امروز دوستم رو دیدم. پیغمبر وارد خونه شدن، امام حسین صدا زدن فرمودن حسین جان الان با این جوان صحبت میکردن میگفت خیلی دوست داره، تا هر روز نیاد تو رو نبینه سر کارش نمیتونه بره. یه نگاه کرد به پیغمبر عرض داشت یا جدا منم دوستش دارم، منم اگه یه روز نبینمش ناراحت. قضیه گذشت، یه روز نزدیک ظهر پیغمبر رسیدن دیدن این جوان دم در ایستاده. پیش اومدن جلو فرمودن که ایستادی تا حالا؟ از کد آجم تا حالا ایستادم دوستم رو ندیدم. پیغمبر فرمود اگه نمیدونی دوستت مریض شده، تب داره، تو بستر افتاده. یه شروع کرد به لرزیدن، گوه آقا دوست من نمید شد. پیغمبر فرمودن سرش بلند کرد گفت خدایا تو میدینی من روزی دو درهم بیشتر مزد نمیگیرم، از امروز با تو عهد میکنم با یه درهمش قناعت کنم، یه درهمش و سلامتی دوستم صدقه بدم. یه اربابی داشت، اربابش هم مسیحی بود، وقتی برگشت به منزل اومد به سر کارش، اربابش گفت حالا کجا بودی؟ قضیه رو گفت من یه دوستی دارم هر روز میرم میبینمش، امروز رفتم هرچی ایستادم موفق نشدم، بعد شنیدم مریض شده و اینطور. قضایا رو گفت، غروب گفت برو سر کارت، رفت غروب که شد 4 درهمش داد، گفت 2 درهم بهت مزد میدادم، 2 درهم امروز به مزدت اضافه کردم برای اینکه در دوستیت ثابت قدم. سرش رو بلند کرد گفت خدایا همون 2 درهم منو بس، 2 درهم اولی که صدقه داد عرق صحت به پیشانی آسیب شهدانش هست. گذشت چه خوش بی مهربانی، هر دو سر بی که یک سر مهربانی، درد سر بی. یه روز پیغمبر وارد خونه زهرا سلام الله علیها شدن، دیدن انقدر حسین گریه کرده، چشما مثل کاسه خون، بغلش کردن فرمودن عزیزم خدا نیاره که تو چشم تو گریان میشه، چی اینقدر گریه کرد؟ عرض داشت راجت دار 3 روز میرم در خونه دوستم رو نمیبینم. پیغمبر دید حسین خیلی پریشانه، فرمود صبر کن من الان میرم تفحصی میکنم و برمیگردم. رفتند و برگشتن، دوید خودش انداخت دامنه پیغمبر. چه شد؟ پیغمبر فرمود رفتم سوال کردم دوستت مریضه و در حال سکرات و جان دادنه. پیغمبر میگه وقتی دیدم حسین پای برهنه دوید طرف در،
حسین جان کجا میری؟ میخوام برم عیادت دوستم. پیغمبر میگه تا حسین دوید یه وقت دیدن فاطمه چادر به سر کرد. فاطمه جان کجا میری؟ میخوام برم عیادت دوست به حسین. گفت یه وقت دیدم علی امامه به سر گذاشت. علی جان کجا میری؟ میخوام برم عیادت دوست حسین. امام مجتبی را افتاد، پیغمبر فرمود منم میام. وارد خانه معطر این جوان شدن. پیغمبر فرمود فاطمه جان بچه این دوست حسینت رو در آغوش بگیم. حسن جان تو پایین پا بنشین، حسین جان تو بالای سر این جوان، علی تو سمت چپ منم سمت راست. پیغمبر فرمودن حسین هر دعایی کنی خدا دعاتو مستجاب میکنه. دستشو بلند کرد گفت خدا دوستش دارم، خدا برش گردان. پیغمبر آمین گفت، علی و امام مجتبی و زهرا آمین گفتن. آیان خانوم ها یه وقت این جوان چشمشو باز گردید، سرش به دامن حسین. خوشم به بستر بیماری و کشیدن رنج، بدون امید که آیی تو بر عیادت. چقدر خوبه اون لحظه ای که چشمو باز میکنی، در اون لحظات آخر ابی عبدالله رو بالینمون ببینی.